بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. سمستر 6. جلسات گذشته عنوان داشتیم الترغیب فی الزواج و التحذیر من البغاء، تشویق کردن به ازدواج و بازداشتن از زنا و از فحشا. به طور عموم جوانان خوب، مردان و زنان، چه جوان باشند چه سن رسیده باشند، اینها را تشویق میکنیم به ازدواج کردن که کس مجرد باقی نماند. مجرد اینکه بالغ شد، از اون سن 14-15 ازدواج را شروع میکند تا زمانی که تا 60-70 سالگی که باید اینها را تشویق به ازدواج بکنه. آمدیم به احکام شرعی. مخاطب در آیه کریمه کی بود؟ گفتیم که عموم مسلمان ها، خصوصا کسانی که ولایت دارند و کسانی که قدرت دارند و در جامعه مطرح هستند. آیا ازدواج واجب است یا مستحب؟ اوضاع و احوال و شرایط فرق میکرد. در برخی شرایط میتواند واجب باشد، در برخی شرایط مستحب است، در برخی شرایط میتواند که مکروه هم باشد. هل یجوز للولی اجبار البکر البالغ علی الزواج؟ آیا ولی پدر می تواند دختر باکره بالغه خود را بر ازدواج مجبور کند؟ جمهور فقها می گفتند آری. هل یجوز للمرأه ان تتولی عقد الزواج بنفسها؟ آیا زن خودش می تواند که عقد ازدواج را به نفس خود، یعنی خودش متولی عقد ازدواج باشد، خودش در مجلس بله را بگوید بدون اینکه ولی داشته باشد؟ احناف می گویند آری و جمهور میگویند خیر، باید از طریق وکیل خود، از طریق ولی خود پیش برود. درس جلسه ما حکم نهم است. هل تجب مکاتبه العبد؟ در آیه کریمه اگر یاد شما باشه، پس دوباره برگردیم به صفحه 335 کتاب خود. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. آن عده از غلام ها و کنیز های شما که درخواست کتابت میکنند، درخواست مکاتب بودن میکنند، میخواهند مکاتب شوند، با آنها این پیمان و این عقد را امضا کنید. مکاتبی است که غلام و یا کنیز به مولای خود میگه یک مبلغ به تو میدم، در عوض مرا آزاد کن. حالا هل تجب مکاتبه العبد؟ آیا فکاتبوهم که در قرآن آمده صیغه امر برای وجوب هست یا برای استحباب می باشد؟ صفحه 343 کتاب شد. معنای مکاتبه در شریعت اسلامی است که شخص مولا غلام و کنیز خود در برابر یک مبلغ آزاد کند. حالا مکاتبه دو حالت دارد. یک حالتی است که غلام بیاید نزد مولای خود و از او درخواست کتابت بکنه و مولا هم به او پاسخ بده. والذین یبتغون الکتاب. مورد دوم آن است که بیاید و مولا جواب رد به او بده، بگه نه تو را مکاتب نمیکنه. حالا در این صورت ظاهری ها میگویند مولا گناهکار هست و جمهور ها میگویند نه، گناهکار نیست، این کار بر او واجب نبوده بلکه مندوب بوده است. اهل ظاهر همیشه مثل گذشته استدلال میکنند که بله امر هست و امر هم برای وجود میباشد. و ظاهر امر چی است؟ ایجاب است. و خصوصا که در رابطه با شخص به نام صبیح نازل شده و صبیح نزد رسول گرامی اسلام آمد، همان بود که این آیت نازل شد و حویطب ابن عبدالعزا مولای او بعد از این آیت او را مکاتب کرد. و یک دلیل دیگر هم اهل ظاهر دارن، اهل ظواهر چی میگن؟ میگن از انس ابن مالک روایت شده که گفت سیرین نزد ما آمد. سیرین و ماریه دو کنیز بودن که
پادشاه مصر برای رسول گرامی اسلام آن را فرستاد، آن دو را فرستاد و رسول گرامی ماریا را برای خود انتخاب کردند و سیرین را به یک از صحابه بخشید. حالا سیرین آمد نزد انس ابن مالک و گفت که مرا مکاتب کن. وقتی که نزد او آمد انس ابن مالک نپذیرفت. سیرین رفت نزد عمر فاروق و شکایت کرد. فاقبل علی به دره، عمر با دره بر انس به نزد انس آمد و این آیت را خواند. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اینها خیر می دیدید آنها را مکاتب کنید. از این دانسته میشه که انس کار واجب را ترک کرده بوده و عمر او را میخواست تعذیر بکند و سزا بده. این مذهب مذهب برخطابین هم هست، عطا، اکرمه، مسروق، ضحاک ابن مزاحم. اما جمهور در اینجا کی هستند؟ مالکی ها، احناف، شافعی ها، حنبلی ها میگویند مکاتب کردن برده مندوب هست، سنت یعنی فرض و واجب نیست بلکه مندوب هست، کار پسندیده ای هست به دلیل فرموده الهی. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر خیر در اینها میدیدید آن وقت مکاتب کنید. این موضوعی که آیا مولا و مالک خیر میبیند یا نه، این موضوع امر باطنی هست، با آسانی دانسته نمیشه. و اگر برده آمد و گفت که مرا مکاتب کن و مالک گفت که خیر در تو نمیبینم، اینجا دیگه کار کرده نمیتونه و برده مال مالک است و اجازه نیست که کسی مال دیگر را جز به طیب نفسش بخورد و تصاحب کند. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. این بحث ها را فقط به خاطر این میخوانیم که بعضی موضوعات متوجه باشیم. در غیر آن صورت فعلا نه غلامی هست، نه برده ای هست و نه هم مکاتب هست. بیاییم به حکم دهم. من هم المخاطبون به ایتاء المال و ما مقداره. در آیات خوانده بوده، در آیات کریمه، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم، آن عده از غلام ها و کنیز های شما که درخواست کتابت می کند آنها را مکاتب کنید. ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اینها خیر دانستید و دیدید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و از مال و ثروتی که الله به شما داده برای این برده ها بدهید تا در راستای آزادی خود از آن استفاده کنند. حالا مخاطب کی هست؟ چه کسانی به برده ها مال و ثروت و پول بدهند تا برده ها خود را آزاد کنند؟ در اینجا دو سه قول وجود دارد در صفحه 344 کتاب شد. قول اول، خطاب برای اغنیا ثروتمندان است، کسانی که باید زکات اموال خود را بپردازند. قسمت یک برخی از این زکات خود در راه آزادسازی بردگان مصرف کنه و فر رقابه زکات اموال در این راه ها مصرف بشود. للفقرای و المساکین و ابن السبیل و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فر رقابه، یک قسمت از پول زکات که مصرف میشه در کدام راه مصرف بشه؟ در راه آزادسازی بردگان. پس خطاب برای ثروتمندان. قول دوم، خطاب برای مالک ها و مولاها هست، کسانی که مولا هستند، کسانی که مالک هستند. بگویند بله تو را به 100 درهم مکاتب میکنم، یعنی 20 درهم از طرف من هست، برو 80 درهم دیگر خود را هم پیدا کن. حالا آیا پرداخت پول به برده ها که خود را آزاد بکنند واجب هست و یا مستحب میباشد؟ شافعی ها و حنبلی ها میگویند واجب هست. واجب است که طرف یک چهارم مال کتابت، پول کتابت را بپردازد. ای قول ما احمد. شافعی میگوید نه، واجب هست اما محدد و مشخص نیست که چقدر بپردازد. احناف و مالکی ها میگویند این که ما برای پرداخت، برای آزادسازی برده ها پول بپردازیم و ثروت بپردازیم واجب و فرض نمی باشد بلکه برای ما کار مندوب
و پسندیده ای است. دلیل شافی ها فرموده الهی و آتوهم من مال الله الذي اعطاكم، امر است اینجا از مالی که الله به شما داده برای آزادسازی برده ها بپردازید. این دلیل شافی، دلیل مالکی ها و حنفی ها که میگفتن پرداخت مال در این صورت مستحب است، میگفتن امر برای وجوب نمی باشد، بلکه امر در اینجا برای ندب است. ندب یعنی استحباب، کار پسندیده است. بیاین به حکم 11 هم. ما هو الاکراه و هل یرتفع به الحد عن الرجل والمرأه؟ اکراه چیست؟ حکم دهم، حکم 11 هم. ما هو الاکراه؟ اکراه چیست؟ و آیا حد با آن برداشته می شود؟ این حکم از کجای آیات گرفته شده؟ از اینجا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنيا، و کنیزهای جوان خود را مجبور به زنا نکنید تا یک مبلغی از پول و ثروت به دست بیاورید. و من یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم، و اگر کسی این کنیزها را مجبور کرد با آنها زنا کردن، الله دیگر آمرزنده مهربان است، از این کنیزها در میگذرد. البته از شخص مکره و مجبور کننده در نمیگذرد و او را جز با توبه مستقل دیگری عفو نمیکند. حالا اکراه چی است؟ و آیا اگر مرد یا زن مکره شدند، مجبور شدند، با ظلم و با زور به زنا افتادند، آیا حد بر آنها جاری می شود یا خیر؟ اکراه چی است؟ و آیا با اکراه حد از زن و مرد برداشته می شود یا نمی شود؟ صفحه 345، 345. آیه کریمه اشاره داره که ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء. از این آیه کریمه اشارتاً دانسته میشه که اکراه تکلیف را از انسان ساقط میکنه، لذا برده، غلام و کنیز مورد مؤاخذه و گرفت الهی قرار نمیگیره و گناه بر مکره است، کسی که برده، غلام و کنیز خود را به زنا مجبور میکنه. حالا اکراه چطور است؟ ای تو نشه که هر کس ادعا بکنه بگه والا ما هم که زنا کردم بگه مکره بودم، بر من جبر بود، بر من ظلم بود. هر کس از این مورد استفاده سو نداشته باشد. اکراه آن است که تهدید به قتل بشه. حالا که فعلا غلام و کنیز نیست، اگر کسی یک مرد آزاد، یک زن آزاد مکره شد، مجبور شد، با ظلم و به زور کسی او را به زنا واداشت، کدام مورد را ما ظلم و زور و جبر و اکراه می نامیم و کدام مورد را نمی نامیم؟ مثلا کسی تفنگ می گیر یا کارد شمشیر، به هر حال میگه یا زنا می کنی و یا هم تو را به قتل می رسن. در این صورت این شخص مکره است. و یا همی که یک از اعضایش را قتل می کرد، گوشش را می برید، دستش را قتل می کرد، در این صورت هم مکره است. اما به تهدید و به تخویف آسان دیگه مکره بنداشته نمیشه. یا زنا میکنی یا تو را شلاق میزنم، چند شلاق برها، چند تای سیلی میزنم. در این صورت شخص مکره نیست و باید از زنا خود را نجات بده. چند تای شلاق هم خورد خورد و مشکل خاصی نداره، بلکه در این را صبر کرده و پاداش خود را از الله متعال میگیره. پس اکراه بر زنا قیاس میشه بر اکراه بر کلمه کفر. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اگر کسی مجبور شد، مورد ظلم و ستم قرار گرفت و کلمه کفر را بر زبان آورد اما در دلش بر ایمان استوار بود، در این صورت بر او گناهی نیست، این مرتد برداشته نمیشه. اکراه در زنا هم همینطور است، در دلش بدش بیاید اما مجبور شده است، او را به قتل می‌رسد. خصوصا این موضوع متاسفانه تنها در جوامع ما
حتی در همه کشورهای پیشرفته اروپایی آمریکایی هم همینطور است. متاسفانه با خانم های کار بیشتر اتفاق می افتد. اکثر غالب همینطور است که خانم را مجبور به زنا می کند. در این صورت اگر خانم زنا نکرد و کشته شد، به عزیمت عمل کرده و شهید والا مقام است. اما اگر به رخصت عمل کرد، در صورتی که قلبا از این کار متنفر بود و دلش نمیخواست، بر او گناهی نیست انشاءالله، به شرط اینکه اکراه واقعا اکراه باشد. او را به قتل میرساندند یا عضوی از اعضایش را میبریدند. حالا اگر یک مرد ادعا کرد که بله قاضی صاحب، ما خود زنا نمیکردم، مر مجبور کردم، من مکره بودم، به زور و به جبر و به ظلم مرا مجبور کردند و مرتکب عمل زنا شدم، در این صورت آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟ در اینجا دو مذهب است. جمهور یک طرف است، مالکی ها، شافعی ها و هم حنابله و احناف یک طرف است. جمهور می گویند اکراه حد را از او رفع می کند، مرتفع می سازد. اگر مجبور به زنا شد، حدی بر او جاری نمی شود، بر همین مرد، چنان که بر زن جاری نمی شود و گناه هم بر آنها نیست. به دلیل فرموده رسول گرامی اسلام، رفع عن امتی الخطا و النسیان و مستکره علیه، خطا، اشتباه و فراموشی و آنچه که کاری که بزرگ انجام میشه از امت ما برداشته شده است، گناه ندارد. وقتی که گناه نبود، حد هم بر او جاری نمیشه. یه قول کی بود؟ قول جمهور. اما احناف از یک دید دیگری، از یک عینک دیگری نگاه میکنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماید که در صورت اکراه اعتبار دارد، اکراه مرد بر زنا که از طرف پادشاه باشد، و در غیر آن صورت اکراه مرد اعتبار ندارد، اکراه زن اعتبار دارد که بگه بله ما مکره بودم، به خاطر اینکه اکراه با رضایت در منافات است. و اگر کسی در حال اکراه باشه، در حال ترس باشه، در حال خوف باشه، شهوتش به حرکت در نمیاد، انتشار نمیشه، نوز نمیشه، در این صورت او اصلا قادر به زنا کردن نیست. مجردی که انتشار صورت گرفت و شهوت آمد، معنایشی است که بله واقعا اکراهی نبوده است. به هر حال قول احناف هم قول وجیه است. و هل یرتفع به الحد عن الرجل والمرأة، آیا با اکراه حد از زن و مرد برداشته می شود؟ قول جمهور آن است که آری برداشته می شود. البته چون در اینجا شبهه آمد، دیگه احناف هم حد جاری کرده نمی توانند، تندر الحدود و به شبهه آمد. مذهب جمهور بود و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در صفحه 346 کتاب شما طریقت و زنا در جاهلیت، در جاهلیت زنا چطور بوده؟ دیگه یکی بوده بقا در صورت نکاح، و یعنی ظاهرا به یک نوع کمک آن را منظمتر میکرده، و یکی بقا و زنایی بوده که به طور عموم همین کنیزها انجام میدادن. دیگه نیازی نیست که ما وارد این تفصیل و این بحث بشویم که بدبخت ها چطور زنا میکردند و یا نمیکردند. بیایم به حکمت و تشریع، صفحه 347 کتاب شما، در رابطه با ترغیب در ازدواج. حکمت این قانون چی است؟ فلسفه آن کدام می باشد که اسلام این همه به ازدواج تأکید کرده است و از زنا مردم را باز داشته؟ ازدواج به خاطر احکام خیلی والایی است، به خاطر قوانین خیلی بالا و والا و سامی، و فواید خیلی زیادی هم دارد. به طور عموم ازدواج انسان را پاک دامن نگه می‌دارد. نظام خانواده به وجود می‌آورد. بین دو نفر و بین دو فامیل، احیانا بین دو قوم و بین دو کشور، محبت و مودت به وجود می‌آورد. لتسکنوا الیه مودتا و رحمتا، مودت، دوستی، سکون، آرامش به وجود می‌آورد و باعث و سبب برای تناسل و برای باقی ماندن
نسل بشر هم می باشد و باعث برای ای است که نسلهای بعدی بیایند و زمین را آباد بگردانند با ذریه صالح. و الله متعال اسباب آن را آسان کرده است. در احادیث زیادی هم آمده که رسول گرامی اسلام جوانها را به ازدواج تشویق کرد. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اگر کسی از شما توان دارد، طاقت دارد، ثروت دارد، وسعش میرسه، حتما باید ازدواج کنه. و خیلی جاها میبینیم در عصر صحابه ازدواج بیش از حد آسان است. کسی میآید خانمی میگه ای رسول گرامی با من ازدواج کن. طبعا پیامبر علیه السلام نمیتوانستند که با هزاران زن ازدواج کنند، چیزی نگفت. یک صحابی گفت ای پیامبر اگر شما نمیخواهید ای را وقت نمید رکید. پیامبر علیه السلام فرمودند چی دارید؟ گفت چیز دیگری ندارم، چند سوره از قرآن حفظ دارم. گفتند برو، شما زن و شوهر هستید، همین سوره های از قرآن که حفظ دارید به این هم یاد بدید. در همان 5 دقیقه تمام مراسم و تمام مواردی که فعلا به سالها انجام نمیگیره و به پایان نمیرسه، پیامبر علیه السلام اینها را انجام دادن و این دوتا را با هم زن و شوهر اعلام کردن و گفتن برید. فعلا متاسفانه با رسم و رواج های غلط جاهلی که در بین جامعه به وجود آمده، خیلی از این رسم و رواج ها از همین سریال ها یاد گرفته میشه. خصوصا همین سریال های مبتذل هندی. هندوستان با شما نگاه کنید، یکی از غریبترین و فقیرترین کشورهای دنیا هست. خیلی از مردم در هندوستان زیر درخت تولد میشه، زیر درخت عروسی میکند و زیر درخت فوت میکند. با فوت هم صاحب خانه ای نمیشود، او را به قبر هم نمیبرند، بلکه میبرند در همون سنسنگات دارند، در آنجا او را آتش میزنند و آشغالهایش را هم به یک جای دور افتاده میاندازند. کشور با این همه فقر و با این همه بدبختی باز فیلم های درست میکند و به هر حال رسم و رواج ها را و این فیلم ها را به ما میده. جزء کمک های هندوستان $500 میلیون به کشور کمک کرد. کمک هایش چی است؟ قسمتی از کمک ها انمی فیلم ها را هم به عوض کمک ها و تحفه ها و هدیه های خود به ما میفرستد تا نظام خانواده و نظام الاسره را در این سرزمین از بین ببرد و مستناب کند. یک بار اخبار داخلی هندوستان وارد شدیم، در هر دقیقه چندین تجاوز بلعنف صورت میگیره در این کشور. یا سریال های مبتذل ایرانی و ترکی و سریال های اروپایی. لذا بزرگان قوم، حکومت داران، کسانی که در حکومت هستند، علمای بزرگ، وجهای قوم تلاش بکنند هرچی که میتوانند ازدواج را آسان کنند. اگر ازدواج آسان شد، خیلی از فسادهای اخلاقی که در جامعه هست خود به خود از بین میره. الدنیا متاع و خیر و متاعها المرأة الصالحه. دنیا بهره است، اندک است. زندگی یک بهره اندک است و بهترین بهره آن یک زن صالحه و نیکو می باشد. در حدیث آمده که زن صالحه کی است؟ ان نظر الیها سرته، اگر به طرفش نگاه کنی خوشحال شد و اگر فرمانش دهی از تو اطاعت کرد و اگر نبود شوهر از مال و از عرض و آبرویش حفاظت کرد. اسلام راههای زیاده برای تیسیر و آسان کردن امر ازدواج قرار داده که در صفحه 348 کتاب شما هم به برخ از آنها اشاره شده است. این بود حکمت و تشریع. میاییم به عنوان جدید داریم، الاستئذان فی اوقات الخلوه. سوره نور آیات 58 تا 60، اجازه گرفتن در اوقات خلوت. اسلام به طور عموم آداب هست. آداب زیاده در اسلام وجود دارد. یک دیگر را میبینید، سلام بکنید. با یک دیگر محبت داشته باشید. به عیادت یک دیگر بروید. اگر کسی مریض شد، حتما به دیدنش بروید. یک دیگر را مهمانی بدهید. در مسجد با یک دیگر ملاقات بکنید. مهر و محبت و دوستی در بین جامعه موج بزنید. مواردی در اسلام وجود داره که برخی از اینها فرض است، برخی واجب است، برخی سنت است، برخی آداب است. حتی بعضی از آداب طوری است که اگر انجام ندادیم بی‌معنا نیست که ما گناهکار بشویم یا کافر بشویم، اما ادب را رعایت نکردیم.
به مسجد می روین، اول پای راست خود را بگذار. کفش می پوشیم، پای راست خود را اول به کفش کنیم. غذا می خوریم، با دست راست بخوریم. آداب را نشان می دهیم. به معنی نیست که اگر کسی با دست چپ غذا خورد ما بگیم والله کافر است و فاسق است. آداب را رعایت نکرده است. همچنین در نظام خانواده ای که ما داریم، ازدواج هست، نکاح هست، پدر هست، مادر هست، حقوق پدر و مادر داریم، حقوق فرزندان داریم، هر کدام بر دیگر حق دارد، حقوق همسایه ها بر یک دیگر داریم، مجموعی از حقوق، مجموعی از خوبی ها، مجموعی از آداب را اسلام کنیم. یک از جمله آدابی است که در اوقات خلوت اگر بر یک دیگر وارد می شویم اجازه بگیریم. اوقات خلوت کدام است؟ در قرآن کریم در این جا ذکر شده، قبل از نماز فجر. به طور عموم مسلمان ها خواب هستند و استراحت می کنند در بستر است، و چاشتگاهان که خسته از سر کار می آیند، از درس تدریس کار تجارت زراعت کمی می خواهند استراحت کنند، و بعد از نماز عشاء متصل بعد از نماز خفتن هم وقت استراحت است. این سه وقت در قرآن کریم از آن تعبیر شده به اوقات خلوت، یا سه وقتی که انسان نیاز به داره که تنها باشد، نیاز به داره که استراحت بکند. زن و شوهر با یکدیگر هستند. اگر وارد می شدیم بر کسی حتما باید اجازه بگیریم. انسانهای بالغ و عاقل باید اجازه بگیرند، چه زن باشند چه مرد باشند. حتی اگر وارد اتاق و غرفه نوم مادر و پدر خود می شدیم هم باید اجازه بگیریم، ناکینگ داشته باشیم، تک 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 تک. کسی گفت ای پیامبر بزرگ، آیا من هر لحظه که میرم نزد مادر خود باید اجازه بگیرم؟ این خیلی سخت است. پیامبر فرمودن آیا دوست داری که اوریانش ببینی؟ گفت نه. پیامبر فرمودن پس اجازه بگیر. فرزندان نزد پدر و مادر میرون، پدر و مادر به اتاق فرزندان میرون، یک تک تک بکنن که خود را آماده بکند. این تو نباشه که همان لحظه در حال تعویض لباس خود باشد، یا زن و شوهر با یک دیگر مصروف مشغول باشد و کسی بر آنها وارد بشه. این اجازه هرگز هرگز نیست. یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. باید کسانی که مملوک شما هستند، برده ها و کنیزهای شما، و حتی کسانی که هنوز بالغ نشدند، یعنی از دوران کودکی بیرون شده، مراهق هست، میخواهد نزد شما بیاید، در همین سه وقت از شما اجازه بگیره. من قبل صلات الفجر، پیش از نماز فجر، و حین تدعون ثیابکم من الظهیره، و آنگاه که چاشتگاهان لباس خود را میگذارید، یعنی میایین قسمت از لباس های رسمی خود را بیرون میکنید و با لباس خواب و لباس معمولی در بستر هستید، و من بعد صلات العشاء، و بعد از نماز خفتن، ثلاث عورات لکم، این سه وقت برای شما وقت خلوت و وقت عورت است. وقتی است که خود را می خواهید تنها احساس بکنید و کم استراحت داشته باشید. وقتی است که لباس بیرون می کنید و قسمت از عورت شما احتمالاً دیده باشید. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم. بعد از این سه وقت بر شما گناهی نیست، باکی نیست، اگر اطفال مراهق شما و بردگان و کنیزهای شما بر شما وارد شوند. بعدکم علی بعد کذلک یبین الله لکم الآیات، این چنین الله برای شما آیات خود را توضیح می‌دهد. بیان یبین تبینا از باب تفسیر. والله علیم حکیم، و الله دانای فرزانه است. و اذا بلغ الاطفال، این خود در این سه وقت است. نگاه کنید در این سه وقت حتی اطفال مراهق هم باید اجازه بگیرند. یک طفل خیلی خرد از سبی است، تو به موارد نمیفهمه و متوجه نیست، اما مراهق بود باید اجازه بگیرد. و برده غلام و کنیز شما هم در همین سه وقت اجازه بگیرد. غیر از این سه وقت، و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، و هرگاه که اطفال شما به حلم رسیدن، به احتلام رسیدن،
بالغ شدن، سن 15 سالگی را تکمیل کردن، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، حتما باید اجازه بگیرن، چنان که کسانی که پیش از اینها بودن، پیش از اینها بالغ شدن، اونها هم اجازه میگیرن. کذلک یبین الله لکم آیاته، الله اینچنین آیات خود را برای شما توضیح میدهد، والله علیم حکیم، و الله دانای فرزانه است. و القواعد من النساء، قواعد جمع قاعده، القواعد جمع القاعده یا جمع القاعد، و زنانی که بازنشسته شدند. چطور زنانی که بازنشسته شدند؟ چی معنا زنان نشسته؟ و القواعد من النساء اللاتی، همان زنهایی که لا یرجون نکاحن، امید نکاح ندارن. امید نکاح ندارن یعنی چی؟ یعنی با عمر 60-70 سالگی رسیده، دیگه امید ندارد که کسی به خواستگاریش بیاد، اصولا کسی هم به خواستگاریش نمی رود، اینا دیگه مایوس است. اللاتی لا یرجون نکاحن، همونطور زنهایی که امید نکاح ندارن، فلیس علیهن جناح، بر اینها باکی نیست، گناهی نیست، ای یضعن ثیابهن، که لباس خود را بگذارن، لباس خود را بگذارن بی معنی نیست که اینها دیگه چون پیر هستن برهنه بیرون شوند. یعنی قسمت از لباس خود را، خیلی نیاز نیست که چادر برقه داشته باشد و به هر حال چند تا چادر داشته باشد، کم لباس خود را کمتر هم بکند، قسمت از سر و صورتش هم دیده بشود، خیلی برای اینها قسمت موی بر صورت عورت است ولو اینکه پیر باشد، قسمت از صورتش هم دیده بشه و یا لباس کمتر داشته باشد بر او اشکال نیست. آها، غیر متبرجات بزینت، در حالی که اینها تبرج نکرده باشند، ظهور نکرده باشند، خود را آشکار نکرده باشند با یک زینتی. یعنی تو نباشد که یه زن 60-70 ساله بدن خود را گریم کرده باشه و خود را جوان جلوه بده. و ان یستعففن خیر لهن، و اگر همی زنها با وجودی که سنشان زیاد هست پاک دامنی اختیار کنند برایشان بهتر است. والله سمیع علیم، و الله شنوای دانا است. سوره 58-60. ترجمه را یک بار دیگر گوش بدید، احتمالا که کمک زودتر ترجمه کرده باشه، به خاطر اینکه وقت ما در حال پایان یافتن است. درس جلسه را همینجا بس میکنیم. نگاه کنید، دوباره درس خود تکرار میکنیم. از کجا شروع کرده بود؟ آیا واجب است که اگر غلامی یا کنیزی درخواست کتابت کردن، آنها را حتما مکافات کنیم؟ دو مذهب وجود داشت. چه کسانی مأمور به پرداخت پول برای مکاتب می باشند؟ چه اندازه دارد؟ شافعی ها و حنبلی ها یک چیز می گفتند، مالکی ها و حنفی ها چیز دیگر می گفتند. اکراه چی است؟ آیا هر کس می تانه که ادعا بکند که بله این زنا کردم به خاطری که مکره بود و مجبور بود؟ آیا اگر کسی واقعا مکره بود و به عمل شنیع زنا گرفتار شد، حد بر او جاری می شود یا نمی شود؟ مذهب جمهور و مذهب امام ابو حنیفه را توضیح دادیم. الاستئذان فی اوقات الخلوه عنوان جدید ما بود. آیات کریمه 58-60 سوره مبارکه نور تلاوت شد، ترجمه شد، البته توضیح آیات جلسه بعدی بود. آیات حفظ میکنیم و همراه این ترجمه. درس ما همینجا به پایان رسید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.